خب در اینجا ما تاریو داریم که میخوایم رنگش کنیم. محلی که انتخاب کنید برای رنگ، من همیشه میام خونه، تمیز، خاک نباشه، باد نباشه که خاکها رو بلند کنه بشینه رو کارتون، اگر بشینه خیلی سخت اونا پاک میشن. پس محلمون تمیز باشه، همه جا رو سنباده زده باشیم، مخصوصا جاهایی که پوست میخواد بیاد بسیار بسیار باید هیچ نوع زبری نباید داشته باشه. توی ویدیوهای دیگه میتونیم ببینید که من نحوه درست کردن لاک الکل رو توضیح دادم که به چه شکل هستش، ولی اینجا فقط بگم که ما خب لاک‌های مختلفی داریم، قهوه‌ای داریم، قهوه پیره داریم، قرمز داریم، به این صورت اینها پودره و با الکل 95% بازی میکنید این رو تا یه رو 20 دقیقه نیم ساعت بعد این حل بشه، اگه نشه معلومه که فاسد بوده. لاک الکل خیلی زود خشک میشه، برای همین باید خیلی سرعت عمل داشته باشید. ما لاک های دیگه هم اینجا داریم. دست اولی که میزنید رو یادتون باشه، دست اول حتما لاکی که میزنید داره دست اول رقیق باشه، غلیظ نباشه، بتونه بازی بکنه لاک. و وقتی که لاک رو زدید 24 ساعت ساز رو رها کنید. یه جا نکته مهم اینجاست که یه جایی رو در نظر بگیرید برای سازتون که اینو آویزونش کنید، سازتون رو از پارچه های نخی، پنبه استفاده کنید. من حالا به جای پنبه هم میتونید از این گاز های استریلی که بدون مواد هست و گاز هست استفاده کنید. و البته خود ساز رو وقتی که لاک زدیم، چون این قسمتش که رنگ نمیشه، من کاور کردم اینجا رو، البته نکنیدم فرقی نمی کنه، یه خود با ظرافت لاک رو بزنید. اگر مقداری روی استخون گرفت، بعدن سر فرصت با یه سنباده نرم بکشید میره، ولی خب من کاورش کردم. وقتی که رنگ رو زدم، اگر بدین شکل بذارید ساز رو، هیچی رادی نداره، ساز خوش میشه، یا اینکه آویزانش کنید. اینجا من لاکی رو از قبل آماده کردم، مثلا این لاک میریزم اینجا، این رو به غلیظ هست این لاک. و الکل هم دم دستتون باشه، دستتون رو تمیز میکنی. خیلی دستکش دستشون میکنن برای این کار، میتونید از این دستکش های نازک هم استفاده بکنید، همه جا هستن این دستکش ها، ولی من استفاده نمی کنم این دستکش ها. حالا حالا این مقدار می زنم این، برای اینه که این قسمت رو همیشه بذارید وسط کار باشه، برای اینکه اونه که میگیره به خودش و شما میتونید سازتون رو رنگ کنید. خب ما شروع میکنیم قشنگ اینو قوطه‌ور میکنم در لاک و عرض میکنم خدمتتون که چون دستر میتونم بگیرم از اینجا شروع میکنم. این رو به این شکل خیلی سریع من لاکش رو میزنم.
نکته رو خدمتون بگم که موقعی که لاک رو میزنید این حرکت دورانی دستتون خیلی مهمه که به یک شکل بیاد. به هیچ عنوان یادتون باشه شوره لاک روی سازتون نمونه، اگر شوره بمونه کار سختیه. لاک بلا فاصله پس از اینکه شما لاک رو میزنید لاک خشک میشه، یعنی الان من میتونم حتی سازو بذارم زمین ولی این کار رو نمی کنم. بدونی که مطمئن باشین که به همه جا زدیم لاک رو، کاملا مطمئن باشین. بعد از 24 ساعت شما با یه سنباده بسیار نرم سازتون رو به طور کامل سنباده میکنید و میتونید دست بعدی رو بزنید. هر چقدر این تکرار پیدا بکنه خب درخشان میشه، جلا پیدا میکنه و قشنگتر میشه. الان ببینید این قسمت خوش شده ولی من ساز رو به این شکل میذارم. قسمت جعبه کوک یادتون باشه خیلی مهمه، اصلا نباید چکه بکنه پنبه شما، چون میره داخل سوراخ‌ها و سوراخ‌ها رو می‌گیره و بسیار بسیار موقعی که می‌خواید گوشی‌ها رو بذارید و سازتون رو کوک کنید اذیت می‌شید. الان می‌خوام جعبه کوک رو بزنم. این پنبه دیگه الکار زیادی نداره، یا اگر داخل الکل میکنید حتما بچرونیدش. این قسمت ببینیم خوش شده. داخل جعبه کوک رو من لاک میزنم ولی فقط یک دست نه بیشتر. این اولین و آخرین دستیه که من میزنم داخل، چون اگر این لاک نفوذ پیدا کنه توی سوراخ‌های گوشی شما در آینده به مشکل برخورد خواهید کرد برای کوک کردن. خب یه راه دیگه‌ش هم اینه که شما سازتون رو وقتی می‌خواید کوک کنید و گوشی‌ها رو بذارید چندین و چند بار گوشی‌ها رو اول بذارید فشار بردارید. خوش شده. اگر میلم میزنم من میخوام دیگه ته همبمو استفاده کرده باشم.
24 ساعت صبر میکنیم، میتونید به یک جایی که براش در نظر گرفتید ساز آماده کنید، آویزون کنید تا به جایی نباید تکیه داشته باشه. اگر هم داره فقط قسمت پایینش، چون اونجا رنگ نمیشه.